فرازی از وصیت‌نامه شهید مشتاق. از خدای خیش می خواهم که مرگم را شهادت در راه خودش قرار بدهد. وظیفه ای را که پیش رو دارم به نظر می رسد و زودی عزیزانم را زیارت می نمایم. من به جبهه می روم و امیدوارم که بستگانم ناراحت نباشم. حتی اگر شهید شدم. چون من هدف خود را و راه خود را تعیین کردم و امیدوارم که پیروز هم بشوم. هدف من از رفتن به جبهه این است که اولا به ندای هل من ناصر ینصرنی بزرگان دینی من لبیک گفته باشم و اسلام را یاری کنم. وصیتم و بستگانم این است که بعد از شهادتم لباس سیاه نپوشند و گریه نکنند و افتخار کنید که برای اسلام و جهاد رفتم. مادرم سلام بر تو که بالاخره بر احساس مادرانه‌ات پیروز شدی و فرزندت را روانه میدان نبرد مسلمین با کفار کردی. گفتی که تو را در راه خدا و انقلاب اسلامی هدیه می کنم و من با وجود تو افتخار می کنم. سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی یوتیوب چینل نوای هزارستان و سلسله معرفی مبارزان رزمنده، چریک های چیردست و سرداران سرفراز قوم، ناماوران بیریا و گمنام هزارستان بزرگ. این بار نوبت رسیده با وصیت‌نامه بلند بالا و پرمحتوا و روشنگرانه سردار سرفراز هزارستان بزرگ و یکی دیگر از شخصیت‌های نام‌آور و بی‌بدیل ایل سربلندمان، فرمانده دلیر غلام نبی مشتاق. با ما همراه باشید. این ویدیو و ویدیوهای دیگر ما را حتما لایک نموده با دوستانتان هم شریک کنید و اگر چینل نوای هزارستان را تا حالا سابسکرایب نکرده اید همین حالا سابسکرایب نمایید تا از تاریخ سرفرازی های سربداران هزارستان بزرگ آگاه شوید و بیشتر بدانید. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کس من را طلب می کند می یابد مرا و کسی که مرا یافت می شناسد مرا و کسی که من را دوست داشت عاشق من می شود و کسی که عاشق من می شود من عاشق او می شوم و کسی که من عاشق او بشوم او را می کشم و کسی که من او را بکشم خونبهایش بر من واجب است، پس خونبهای او من هستم. پروردگارا تو می دانی به یگانگی و وحدانیتت اعتقاد دارم و تنها تو را می ستایم و از تو یاری می جویم و تنها به تو پناه می بریم از شر هر شیطانی و شهادت می دهیم که دین اسلام بر حق است و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده تو است و شهادت می دهم که علی با 11 فرزندش امام و پیشوایان ما هستند و مسلک و مرام آنان را الگو در دنیای خود قرار می دهم تا آخرتمان در کنارشان باشه. اللهم ارزقنی توفیق الشفاعت محمد و آل محمد. خدایا من بنده ضعیف و ناتوان تو هم و هرگز حقوق بندگیم را رعایت نکردم. تو بزرگواری کردی من سرکشی، تو مهربانی کردی من مغرور شدم، تو عنایت کردی من اعتنا نکردم، تو وفا کردی من جفا کردم، تو نعمت دادی من کفران کردم و غافل بودم. حال از تو می خواهم بار دیگر دست بندت را بگیری و از او راضی شوی و جز بندگان خود قرار دهی که بنده تو بودن را می خواهم. عیبهایم را بپوشانی زیرا تو ستار العیوبی. به من رحم کن زیرا که تو ارحم الراحمینی
گناهانم را نادیده بگیر که غفار از ذنوبی و به فریادم رس، زیرا که تو غیاث المستغیثینی و در دلم نور خدا را برافشانی، زیرا که تو نور المستوحشینی. خدایا از تو می خواهم که با غفرانت با من رفتار کنی نه با عدالتت، که طاقت عذابت را ندارم. خدایا اگر مرا به خاطر نافرمانی هایم سرزنش کنی، هرچند که خود را مستحق مذمت می بینم، از تو می خواهم بپوشانی آنچه بر من گذشت و مرا مورد عفو خود قرار دهی. من که شرمنده ام در حضور تو و شرمندگیم اجازه سخن گفتن را نمی دهد. پس تو خود دستم را بگیر. حال که توفیق حضور در جبهه ها را به من داده ای، مرا خالص گردان و دست رضایتت را به سوی من دراز کن. از تو می خواهم مرا نجات دهی و تنها هستیم را که آن هم از آن توست در راحت فدا کنم و به آن مبنا و منشأ و صیانت برسم، زیرا که جز تو خدایی ندارم. هدف من از رفتن به جبهه این است که اولا به ندای هل من ناصر ینصرنی بزرگان دینی من لبیک گفته باشم و اسلام را یاری کنم و آن وظیفه را که علمای بزرگوار من بارها در بیانیه هایشان تکرار کرده که هر کسی که قدرت دارد واجب است که به جبهه برود و من می روم کتاب و پیام آنها لبیک گفته باشم. آرزوی من پیروزی جهاد مقدس، پیاده شدن نظام اسلامی و ترویج احکام دینی مبین اسلام در کشور است و امیدوارم که پیروزی به یاری رزمندگان تمام ملت‌های زیر سلطه آزاد شوند و کمونیست‌ها بداند که اگر هزاران هزار کشور به او کمک کند، او نمی تواند در مقابل نیروی اسلام مقاومت کند. من به جبهه می روم و امیدوارم که بستگانم ناراحت نباشند، حتی اگر شهید شدم، چون من هدف خود را و راه خود را تعیین کردم و امیدوارم که پیروز هم بشوم. دوستان خوب و مهربان من، از زحمات چندین ساله شما متشکرم. من عاشق خدا و امام زمان گشتم و این عشق هرگز با هیچ مانعی از قلب من بیرون نمی رود، تا اینکه به معشوق خود یعنی الله جل جلاله برسم و به حقی که خداوند به کسانی که در راه او پیکار می کنند پاداش عظیمی می بخشد. من برای خدا از مادیات گذشتم و به معنویات فکر کردم. از مال و اموال و خیشان چشم پوشیدم. فقط برای هدفم یعنی الله جل جلاله. وصیتم به بستگانم این است که بعد از شهادتم لباس سیاه نپوشند و نگیرند و افتخار کنید که برای اسلام به فرمان عالمان دینی به جهاد رفتم و خداوند فرموده ما من قطر احب الله من قطر الدم فی سبیل الله، و خداوند فرموده هیچ قطره در مقیاس حقیقت و در تردد خدا از قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود بهتر نیست. من می خواهم با این قطره خونم به عشقم برسم و بگویم که این راه راه خداست و شهادت را بهترین نعمت خداوند می دانم و زندگی مرا جز جهاد در راه عقیده چیزی درست نمی کند. مادرم سلام بر تو که بالاخره بر احساس مادرانت پیروز شدی و فرزندت را روانه میدان نبرد مسلمین با کفار کردی. گفتی که تو را در راه خدا به انقلاب اسلامی هدیه می کنم و من به وجود تو افتخار می کنم که مادری از پیروان زینب کبری سلام الله علیها
و از تبار فاطمه و زهرا هستی. خواهرم تو زینب باش و از هر آنچه هوس کردی بپرهیز و در راه خدا مبارزه کن. برادرانم، راه خدا بهترین و برترین راه هاست، پوینده و کوشنده. در این راه باشید. عزیزان من، امکان دارد اتفاق بیفتد که جنازه من به دست شما نرسد. آنگاه به یاد شهدای کربلا بیفتید و ناراحت نشوید و بروید قبور شهدا را ببینید که آنجا مثل من هزاران است. امت شهید پرور و مسلمان، سنگینی بار مسئولیت بر دوش شما رهروان راه خدا است و از میان شما رزمندگانی برای خدا سنگینی این بار را بر دوش می کشانند و الله گویان بر قلب کافر می تازند و هر بار قدری از جان پلیدش را می گیرند. پس این سیل خروشان را هرگز نگذارید از حرکت باز بیستد. با انفاق جان و مالتان اولا به تکلیف خود جامعه عمل بپوشانید و دلاورانه پوزه جنایتکاران را به خاک مالید و پیروزی و نصر را نصیب خودتان گردانید و منزل ابدی خود را آباد کنید و از همه بالاتر سبب خوشنودی خدا شوید تا رحمت او بر شما آید و شما را از شر شیطان محفوظ دارد و به امید پیروزی اسلام و مجاهدین واقعی اسلام، آنان که به عشق دوست پابند شدند، خود را بشکستند و همدست شدند، تا فانی فی الله شدند از دل و جان، رستند ز قید هستی و هست شدند. شهید مشتاق در قسمت دیگر از وصیت‌نامه‌اش می‌گوید: آنچه را به عنوان یک مسلمان بر خود واجب و ضروری دانستم، پیکار و جهاد بی امان در راه تحقق حکومت اسلام بر ضد متجاوزین و ملحدین می‌باشد. من به عنوان یک مسلمان راه خود را آگاهانه انتخاب نمودم. هرچه تا هنوز توانستم شمعی از اصول مکتب حیات بخش خیش را بالای خود تطبیق کنم، ولی دانستم که سعادت و رستگاری در جهاد مقدس نهفته است. دریافتم که مکتب حیات بخش اسلام، مکتب سعادت آفرین، مکتب صلح، مکتب اخوت و مکتب وحدت، مکتب تقوا و اخلاص است. رزمندگان سلحشور اسلام با ایثار و فداکاری بیش از حد برای دفاع دین مقدس اسلام عاشقانه و جانانه در نبرد با خصم زبون پرداختند و تا سرحد شهادت که آخرین آرزوی یک مجاهد مسلمان است پیش می روند و درخت خشکیده اسلام را با خون پاکشان آبیاری می نمایند. درست در چنین لحظات ساکت نشستن برای هر مسلمان ننگ و خیانت است. بارها آرزوی در راه خدا نمودم، ولی از آنجایی که تا هنوز لیاقت شهادت را پیدا نکرده ام، موفق به کسب این منصب بزرگ نشده ام. ولی اینک از خدای خیش می خواهم که مرگم را شهادت در راه خودش قرار دهد. وظیفه ای را که پیش رو دارم به نظر می رسد به زودی عزیزانم را زیارت می نمایم و اینک بدین وسیله یک بار دیگر ای خدای من، مظلومانه از درگاه پاکت شهادت را استدعا دارم. امیدوارم این بنده گناهکارت را ناامید نگردانی. برادران همرزمم، فقط دعا برای کفاره گناهانم مفید خواهد بود. راه شهدا را ادامه دهید. سلسله مراتب را رعایت کنید. در تلاش خودسازی و جامعه سازی باشید. قرآن زیاد مطالعه کنید.
و هرگز از فشارهای طاقت فرسا و امورات جهاد خستگی به خود راه ندهید. این راه را که شما انتخاب کردید راه سعادت و رستگاری است. لذا یک رزمنده را اخلاص و تقوا است که سعادتمند و پیروز می گرداند. مادر عزیزم، مرا ببخشید که همیشه باعث زحمت شما شدم. شیرت را برایم حلال کن و تنها خواهشم از شما این است که در حقم دعا کنید و امیدوارم گریه نکنید. همسنگران عزیزم، سنگرهای خونین برادرانتان را که با تمامی مشکلاتی که دارد حفظ کنید، دعا زیاد بخوانید و برنامه های خودسازی را عمل کنید. خواهر عزیزم، حجابت را حفظ کن. پسرانت و دخترانت را در راه اسلام تربیت کن و زینب گونه زندگی کن. روانش شاد و یادش گرامی باد.